بارز سلام و خسته نباشید خدمت بینندگان محترم من پدرام رافی هستم با بررسی هفتگی بازار فورکس این هفته تجاری انتشار آمار انبوهی از اقتصادهای جهان را به دنبال خواهد داشت و این آمار همراه با های جلسات مملسی روز چهارشنبه برز خان رسید مهمترین نشریات این هفته شامل آمار آلمان و بریتانیا در رابطه با تغییرات حجم تولیدات ناخالص داخلی مناطق و همچنین داده های بازار مسکن ایالات متحده خواهند بود در طی اجرای جلسات چهارشنبه اروپا نش داده های سه ماه اول سال آلمان در رابطه با تغییرات حجم تولیدات ناخالص داخل این کشور را مشاهده خواهیم نمود کاهش آتی نرخ این شاخص افت ارزی یورو را به دنبال خواهد داشت کمی دیرتر و در طی همین جلسات معاملسی با انتشار آمار ماهمه آلمان در رابطه با تغییرات شاخص کسب و کار تولیداتی این کشور مواجه خواهیم شد افزون رقم خوردن نرخ دادههایی در پیش روم از آمار تخمین یافته این شاخص تحکیمات ارزی یورو را به دنبال خواهد داشت. انتشارات این روز بریتانیا نیز مربوط به چگونگی تغییرات نرخ ماه آپریل شاخص باهای مصرف کننده در سطح این کشور بوده که در صورت کاهشاتی آتی نرخ های پوند استرلینگ را تحت فشار قرار خواهد نمود. جلسات معاملات این روز آمریکا با انتشار داده های وزارت انرژی ایالات متحده در رابطه با تغییرات حجم ذخایر نفتی این کشور همراه خواهند گردید. ادامه بی کاهش نرخ این شاخص در طی انتشارات در پیش رو نرخ های دلار را استحکام خواهد بخشید. در ادامه همین جلسه تو انتشار آمار ماه آپریل ایالات متحده در رابطه با تغییرات شاخص فروش مسکن نوساز در سطح این کشور را مشاهده خواهیم نمود همراه با افزایش بیشتر نرخ این شاخص واحد ارزی دلار نیز استحکام خواهد یافت علاوه بر این آمار امروز ایالات متحده شامل نشر نتایج پروتکل نشست سران بازار آزاد آمریکا FOMC خواهد بود ارائه یابی نتایج این نشست نرخ نوسانات ارزی دلار ایالات متحده را افزایش خواهد نمود در طی اجرای جلسات پنجم پنجشنبه اروپا نشر آمار ماه بریتانیا در رابطه با تغییرات حجم خورد فروشی در سطح این کشور را مشاهده خواهیم نمود شاخص یاد شده عامل اصلی سنجش سطح اطمینان مصرف کننده به شمار آمده و همراه با افزایش بیشتر نرخ گذاریهای پوند استرلینگ را نیز استحکام خواهد بخشید جلسات معاملات روز آمریکا انتشار ماه آپریل در رابطه با تغییرات شاخص فروش مسکن نوساز در سطح این کشور را به دنبال خواهند داشت افزایش شاتی نرخ این شاخص با تحکیمات ارزی دلار همراه خواهد گردید. در طی جلسات معاملاتی جمعه اروپا، نه شامار ماهمی آلمان در رابطه با تغییرات شاخص کسب و کار آی اف او را مشاهده خواهیم نمود. ادامه بی کاهش سه نرخ این شاخص با ارزی یورو را تحت فشار قرار نموده. در ادامه همین جلسات معاملاتی داده‌های سه ماه اول سال بریتانیا در رابطه با تغییرات حجم تولیدات ناخالص داخل این کشور در خواهند رسید. کاش بیاتی نرخ این شاخص با افت ارزی پوند استرلینگ همراه خواهد گرید. جلسات معاملات روز آمریکا نه آمار ماه آوریل ایالات در رابطه با تغییرات شاخص سفارش کاله با دوام در سطح این کشور را به دنبال خواهند داشت. افت این شاخص نمانگر کاشبی سطح فعالیت‌های صنعتی منطقه به شمار آمده و های دلار را نیز تحت فشار قرار خواهد نمود. همراه با اتمامی به گزارش این هفته خاطر نشدم که نوسانات ترزی هفته جاری همراه با انتشارات روز چهارشنبه افزایش خواهند یافت و افزون ترین نرخ نوسانات نیز از آن دلار متعده پوند استرلینگ بریتانیا و یورو اتحادیه اروپا خواهند بود شاد سالم و سرافراز باشید به با تا هفته دیگر